در این قسمت میخوام یک سری اطلاعاتی راجع به سرطان مثانه که یکی از سرطان‌های شایع سیستم ادراری تناسلی هستش و جزء سرطان‌های کشنده این سیستم هم تلقی میشه، اطلاعاتی خدمتتون ارائه بدم. به نام خدا، دکتر سامان فرشید هستم، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، متخصص اورولوژی، فلوشیپ اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی. امروز پزشک ویژه شما در کانال دکتر 724 هستم. سلام، ما در کانال دکتر 724 ویدیوهای سلامتی با کیفیت 4K برای شما تهیه میکنیم. لطفا شما هم برای حمایت از ما همین الان این ویدیو رو لایک کنید. در ابتدا راجع به علائمی که بیماران با این مشکل به کلینیک ها مراجعه میکنن میخوام یک سری علائم خدمتون بگم. مهمترین علامتی که سرطان مثانه داره وجود خون در ادرار هستش، که نکاتی که این وجود خون در ادرار در زمینه سرطان مثانه داره این هستش که معمولا این خون ریزی به شکل متناوب اتفاق میفته، ممکنه همراه با دفع لخته باشه و معمولا هم بدون درد هستش، مگر اینکه پیشرفت بکنه سرطان و به افتای اطراف تهاجم پیدا بکنه که اون موقع هست ممکنه که همراه با درد هم باشه. ولی اینجوری نیستش که هر کسی که این علائم داشت در ادرارش خون داشت بگیم که حتما این سرطان داره. حتما اولین بررسی هایی که برای این افراد انجام میشه بررسی های پاراکلینیکی، آزمایشگاهی و سونوگرافی هستش که معمولا تومورهای مثانه خودشونو تو بررسی های سونوگرافی نشون میدن. البته خب یک سری مواردی هستش که به شکل بیمارانی به شکل اتفاقی متوجه شدن که تو فالوآپ چکاپ های روتین بررسی های سالیانه دیدن که تو ادرارشون خون هستش و تو بررسی های تکمیلی تر که سونوگرافی انجام شده یا حتی در روش های تشخیص پیشرفته تر مثل بررسی سیستوسکوپی که مثانه که به شکل اندوسکوپی داخل مثانه رو بررسی میکنن متوجه شدن که زایه بدخیم داخل مثانه وجود داره. خب همه زایات بدخیم مثانه با روش های سونوگرافی قابل تشخیص نیستن. یک سری از این بدخیمی ها هم بررسی های سیستوسکوپیک یا بررسی های اندوسکوپیک مثانه تشخیص داده میشن. اگر این تومورها در مراحل اول تشخیص داده بشن، زودتر تشخیص داده بشن، خب اینا اکثرشون قابلیت درمان داره، یعنی قابلیت درمان قطعی هم براشون وجود داره. ولی خب متاسفانه یک سری افراد، یک سری بیماران این موارد جدی نمیگیرن، با تاخیر مراجعه میکنن به کلینیک ها و متخصصین اورولوژیست که خب در مواقعی هستش که بیماری پیشرفت کرده، خب موقع نیاز به درمان های پیشرفته تری هم داره. اولین درمانی که برای افرادی که با تشخیص تومور مثانه وجود دارن درمان TURT هستش، یعنی از طریق مجرا وارد مثانه میشیم و بافت تومورال رو برش میدیم، کوتر میکنیم و خارج میکنیم. خب یه اشتباه غلطی که بیماران دارن این هستش که فکر میکنن که با این درمان ممکنه که تومور پخش بشه. یک تصور غلطی یا یه باور غلطی رو دارن که میگن نه دست نزنید چون اگه دست بزنید ممکنه پخش بشه. نه، اینجوری نیستش. در مراحل اولیه به شکل کامل با این روش تومور قابل درمان هستش. خب بسته به جواب پاتولوژی که در اون به دنبال جراحی به دست میاد یا نمونه‌ای که ارسال میشه به پاتولوژی به دست میاد ممکنه نیاز به اقدامات درمانی تکمیلی تر هم داشته. ما معمولا این تومورها سطحی هستن، گسترش به عمق ندارن و خب بسته به اینکه سایز تومور چقدر باشه، سایز تومور کوچیک باشه بالا یا بالای 3 سانتی باشه، منفرد باشن، متعدد باشن یا سابقه تومور داشته باشن ممکنه نیاز به درمان‌های تکمیلی داشته باشه، مثل درمان‌های داخل مثانه‌ای که یکی از شایع‌ترین درمان‌های داخل مثانه‌ای که انجام میشه BCG درمانی هستش که هم پیشرفت تومور رو جلوش می‌گیره هم عود تومور رو جلوش می‌گیره، که معمولاً در مرحله اول به شکل 6 جلسه‌ای بعد از 2 هفته 3 هفته بعد از جراحی شروع میشه، هر هفته یک بار داخل مثانه تزریق میشه که ممکنه نیاز باشه که این درمان تا 2 سال تکرار بشه. درمان های دوره های کوتاه‌تر به بیماران توصیه بشه تا پیشرفت و عود بیماری رو کمتر بکنه.
ولی خب یک سری مواردی هستن که تومور دیگه سطحی نیست، تومور پیشرفته است و از جدار عضلات مثانه گسترش پیدا کرده، عضلات مثانه رو درگیر کرده، که خب درمانی که ما معمولا در این موارد برای بیماران توصیه میکنیم این هستش که مثانه به شکل کامل خارج بشه تا از پیشرفت و متاستاز به گسترش تومور به ارگان های دیگه جلوگیری بشه و یک درمان قطعی برای این افراد انجام بشه. خب ممکنه سوال اینجا پیش بیاد که اگر ما مثانه رو خارج کردیم خب ادرار میخواد کجا تخلیه بشه؟ خب خوشبختانه با پیشرفت علم و روش های جراحی یکی از جایگزین های مناسبی که برای مثانه وجود داره روده های افراد هستش که از روده های کوچیک یا روده های بزرگ استفاده میشه به عنوان مثانه. از این ارگان ها استفاده میشه که این ارگان ها یا به شکل های مختلف تکنیک های مختلف جراحی وجود داره که ممکنه که حتی بشه یک مثانه برای بیمار ساخت، خود فرد بتونه به شکل طبیعی حتی ادرارش هم بکنه، یا اینکه این روده ها به شکل یک مخزنی در میان در داخل بدن که یک دهانشون به بیرون از پوست باز میشه و ادراری که به داخل اینا میریزه از طریق کیسه به جدار شکم تخلیه میشه و مشکل بیمارمون به این شکل بهبود پیدا میکنه و برطرف میشه مشکل بیمار. ولی خب یک سری افرادی هستن که خب در مراحل پیشرفته مراجعه میکنن یا اصلا رضایت به این ندارن که مثانه‌شون خارج بشه، اون موقع درمان‌های جایگزینی وجود داره که خب البته موفقیت این درمان‌ها به اندازه جراحی خارج کردن مثانه یا جراحی رادیکال سیستکتومی نیست، ولی خب وقتی که بیماری قبول نمی‌کنه خب یک سری درمان‌های دیگه‌ای که میشه براشون انجام داد شیمی درمانی، رادیوتراپی و همراه TRT هستش که خب تومور رو به شکل کامل رزکت می‌کنن و برای پیشگیری از پیشرفتش و جلوگیری از عود تومور ممکن نیاز به رادیوتراپی و شیمی درمانی‌های وجود داشته باشه که باعث بشه که فرد تا حدی درمان پیدا بکنه، جلوی خونریزی ادرارش گرفته بشه. ولی خب دیگه وقتی که بیماری که دیگه تو مراحل خیلی پیشرفته مراجعه میکنه، متاسفانه واقعا بیماری که در مراحل متاستاتیک یعنی مراحلی که گسترش پیدا کرده به بافت‌های دیگه، خب ممکنه که این درمان‌های شیمی درمانی و رادیوتراپی خوب جواب نده و بیمار به تناوب دچار خون در ادرار بشه و مشکلات جدیتری برای بیمار ایجاد میکنه. پس ما بهتر هستش که هرچه درمان زودتر انجام بشه و عواملی که باعث پیشرفت و ایجاد این بیماری بشن ازش جلوگیری بکنیم. فقط ذکر این نکته لازمه که مهمترین فاکتور خطری که برای تومور مثانه وجود داره سیگار، مصرف مواد مخدر و مواجهه‌های شغلی مثل صنایع رنگرزی، لاستیک سازی، شیشه بری و خمیر، کاغذ، اینایی که صنایعی که با این موارد ارتباط دارن یا حتی کشاورزان که با یک سری سموم مواجهه دارن ممکنه که باعث ایجاد این بدخیمی در این افراد بشن. پس توصیه میشه که از این موارد اجتناب بکنن تا انشالله دچار این مشکل نشن. ممنون از توجهتون.